گردان بی‌اطلاع و بی‌علمی بار علم کردن لباس زن بدو به عنوان حامل مواد مخدر، این توهین را به لباس بلوچی و به قوم بلوچ کرده و ما این عمل را ما به شدت محکوم میکنیم و سراسیمان جمهوری اسلامی ما میخواهیم که از اینها بخواهد اینها معذرت خواهی بکنند. لباس زن بلوچ حرمت داره، لباس مرد بلوچ حرمت داره. 43 سال هست بلوچ را در صدا و سیما چرا به عنوان تاجر مواد مخدر، چرا به عنوان مواد فروش معرفی می کنن؟ چرا بلوچ را به عنوان حافظ قرآن، چرا بلوچ را به عنوان مجاهدانی که در سنگرهای اسلام جنگیدن، شهید دادن، از اسلام دفاع کردن، در مقابل کفر، در مقابل انگلیس دفاع کردن، از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن، چرا معرفی نمی کنن؟ چرا بلوچ را به عنوان شیخ الاسلام، چرا بلوچ را به عنوان این جمع مومن، چرا بلوچ را به عنوان ختم بخاری، چرا به عنوان نماد عید با اون شکوه معرفی نمی کنن؟ چرا به عنوان مواد مخدر بلوچ معرفی می شود؟ این همه نقطه در بلوچ داریم، این همه انسان‌های خوب، معتمدین، علما، بزرگان، چرا فقط و فقط این بعد منفی را اونها بود می کنند و این را معرفی می کنند؟ چرا برای بلوچ کار نکردید؟ 43 سال عمر انقلاب می گذرد، انگونه که حضرت استاد فرمودند یک کارخانه در بلوچستان چرا ایجاد نشده؟ چرا فرزند بلوچ به طرف کارهای کاذب کشیده می شود؟ اینها گلایه هستند، اینها درد دل هستند. ما شبکه هامون که شبکه استانی ما هست گلایه داریم، چند درصد به فرهنگ بلوچ و اهل سنت اختصاص داده؟ چقدر فرهنگ بلوچ را اینها تبلیغ کردن؟ مادر بلوچ حرمت داره، مادر بلوچ فردی مثل مولانا عبدالعزیز را تربیت کرده، مادر بلوچ فردی مثل حضرت شیخ الاسلام را تربیت کرده، مادر بلوچ هر افرادی مثل این جمع را تربیت کردن. این مادران مگر حرمت ندارن؟